کیس کراک معاون وزیر خارجه و رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی آمریکا میگویند بسیاری از متحدان آمریکا و دولت‌های دیگر ضمن پیوستن به شبکه پاک نسل پنجم اینترنت همراه موسوم به 5G مسیر را در پیش گرفتن که با خواستهای آمریکا مطابقت دارد و مسیر مورد نظر چین کمونیست را ترک می‌کنند فرهاد پولادی گزارش می‌دهد تویتر وزارت خارجه آمریکا به نقل از آقای کراک میگوید حزب کمونیست چین سعی می‌کند از اهرام فناوری 5G به سبک داستان خیالی جورج اورول در کتاب معروف و پرفروش او به نام 1984 که معرف نقش دیکتاتوری برای دخالت در حریم خصوصی مردم است برای ترویج تمامیت‌خواهی‌هایش در قرن 21 استفاده کند. آقای اوبراین نیز پیشتر در کنفرانس خبری کاخ سفید از موفقیت دولت پرزیدنت ترامپ برای مقابله با این تلاش پکن خبر داده بود من فکر می کنم سرانجام متحدان ما با ما همراه می شوند. شما شاهده نمونه های آن در مقابله با 5G از چین و شرکت هواوی بودید. در همین حال ما شاهده همراهی بسیاری از دولت ها از جمله نزدیکترین متحدان ما هستیم. آنها از شرکت های چینی و شرکت هواوی روی برگرداندند و با ارائه دهندگان قابل اعتماد فناوری 5G توافق می کنند. پیشتر پامپا و وزیر خارجه آمریکا نیز از دولت‌های جهان خواسته بود از فناوری نسل پنجم ارتباطات موبایل موسوم به 5G که توسط چین ارائه می‌شود استفاده نکنند و به شبکه پاک 5G بپیوندند که ائتلافی از دولت و شرکت‌های همسو با ایالات متحده در این حوزه است فرهاد پولادی سر آمریکا